فقط راست گفتن رو ما به افرادی که در این برنامه آمده کناری ما نشسته دل به دل چشم به چشم جان به جان صحبت میکنن پیشنهاد نمیکنیم. فقط راست گفتن باید رسالت تک تک ماها و شماها باشد در زندگی. فقط راست گفتن باید رسالت انسانی باشد. و تا زمانی که دروغ هست در زندگی ما و شما، تا زمانی که فریب و نیرنگ هست، عباره فقط راست بگو نیز وجود دارد. تا زمانی که دروغ هست، قسم خوردن به نام این یا آن چیزی پرارزش وجود دارد. تا زمانی که دروغ هست، سوگند یاد کردن نیز در روی سیاره زمین وجود دارد. به همین خاطر اگر همگان که فقط راست بگویند، ضرورت سوگند یاد کردن و قسم خوردن نیز از بین می رود. من مطمئنم که شما با من راضی هستید و امروز ما از بهرام جانی عزیز، افتخار ما، ستاره پرجلوی آسمان هنر، طلب میکنیم که فقط راست بگو. خوش اومدی بهرام جان عزیز من. تشکر زیاد. من خیلی خوشحالم که ارز جان دعوت کردین و این برنامه راست بگو. راست دیگه راست گفتنم در این زمان مشکل است. من گمان میکنم که من نمیدونم بسیاری نفرات 100% هستند شخصانی که نه تنها یک عمر راست گفته باشند. آره هست دروغی که با منفیتی کار است و گمان میکنم که اگر قوی اگر خواهی که دروغ بگویی گمان میکنم اولی کارش اگر شیرین هم باشد بعدا در آخر تلخ خواهد شد و بعدیش به تو هم نرسد به فرزند تو و آینده تو میرسد. البته من تنها میخواهم این زمان صحبت امروزه رو شروع کنیم از ترانه هایی که شما سر ایدید و شما صاحب این ترانه اید، ولی در این برابر باز این ترانه ها را برخی از سراینده های داخل کشور سرودند و گذشته از این یک هنرمند بسیار هم نامدار آوازداری مملکت با ما برادر و همسایه و همجوار و همفرهنگ افغانستان این ترانه را سرایید. من در نظر دارم ولی یکی از سراینده های موسیقی پاپ روز در افغانستان است که ترانه های شما را با یک ویژگی به خود خود سرایید. من میخواهم که در باره این ارتباط ایجادی رابطه های ایجادی حرف بزنید که این یکون رابطه مشترک ایجادی بود یا خیر. این یک واقعی بود که من خودم خبر نداشتم و من خیلی خوشحالم که خوشبختم که سرودی مرا یعنی که دیگر ملت ها می سرایند و سبب این خواندن سرودی مرا که دو سرودی مرا ولی افغان خوانده است و اینجا من خبر نداشتم. بعدا دیدم که توسط PMC توسط اینترنت ها مثال سرودی مرا خونده است و گمان میکنم که وقتی سرودی یک شخص دیگر رو میخونی باید از او پرسیش کنی و اجازه بگیری. اجازه بگیری به همین خاطر سرودهای مرا خونده است و بعدا عذرخواهی کرده است. معلوم شد که ولی بدون اجازه این ترانه ها رو خونده است. بله بدون اجازت خونده است و بعد از اون یک دو باز دو نفر یک مرد و یک زنی افغانی سرودی چکچکی باران سرمیشه سرودی من رو که با شبنم سرایا خونده بودم مالی من است مالی کسی دیگر گفته این سرود رو خوندن. من میخواستم که این نفر رو یابم و یعنی که با اونو فهمونم که صاحبی متن کی است، صاحبی سرود کی است و یا دوجه نوشته کردن که گویا که تکمیل مالی این و مالی آن، مالی این و مالی فلان. بله مالی من رو گویا که مالی فلان هنرمند یا که کامپوزیتور باشد. حالا این برنامه برای شما شانس میدهد، امکان میدهد که این حرف رو به تمام دنیا بگوید، چون که این برنامه رو پوزیتیو پروداکشن مرکزی پرودوسری در تمام دنیا توسط اینترنت پخش میکند و شما امکان دارید که به تمام علاقمندان هنرتون با واسطه این برنامه بگوید که ترانه چکچکی باران مالی کیست، در اصل متعلق به ایجادیات کیست، مالکیت ذهنی کیست. و ما هم در تقویت سخنهای شما تکرار به تکرار میگوییم که تالیفگر مؤلف اساسی این ترانه کی است. مرحمت برام چون 100% مؤلف و موسیقی ایجاد کرده این موسیقی سرود رو مالی من است و یکون کسی دیگر نمیتواند. آهنگش هم مالی من است، شعرش هم مالی من است. به به کسی دیگر نمیتواند گوید که این مالی من است و گمان میکنم که جای دیگر بحث نیست. اگر برای همین من تقاضا کردم که بهرام جان فقط راستش رو بگو. نه 100% من
من از خدا شکر میکنم که به چنین استعداد دست به من و من به غرض این چندین زیاده از 100-200 سرود های ایجاد کردن نخوانده دارم که اونها رو باید روی کار بیارم و پیشکش مخلصان گردانم و بودن نفرانی هستن که در تاجیکستان سرودای زیاده از 10-15 سرود های مرا خواندن و هنوز هم میخوانند. هنوز هم میخوانند. بهرام بیاید اطراف ترانه چکچکی بارون حرف میزنیم، یک تیکه از این ترانه رو اگر زمزمه میکردید و بیننده های نازنین ما باید میآوردند که این کدام ترانه است. من میتونم با گیتار. البته ما با خود گیتار آوردیم که صحبت ما کمی رنگین تر شد، کمی جالب تر شد، چون که صحبت های قبلی در برنامه فقط راست بگو بدون موسیقی، بدون استفاده موسیقی بود، ولی امروز ما کمکک به برنامه همون آب و رنگ میبخشیم که این هم باشد پیشنهاد یکی از کارمندان کمپانی پوزیتیو پروداکشن بحریدین نازنین است. مرحبا. چکی چکی باران سر میشه، روشانه ها تر میشه، از گیره های نازد دو چشمک ها تر میشه، عشقه که تو سر میشه، وای تو نگو، نگو 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 نمیشه، وای تو بیا، نرو 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 تو زی پیشم باز، تو بیا اگه نه آی تو سرسان میشم، وای تو نگو، نگو 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 نمیشه، وای تو بیا، نرو 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 تو زی پیشم باز، تو بیا اگه نه آی تو سرسان میشم. اولی سلامت باشی. بیننده های نازنین من فکر میکنم که عین زمان همه شما بهره برداشتید از صدای دلانگیزی بهرام جان و من با صدای بلند، با سر بلند، با افتخار میگویم که این ترانه مال بهرام است. در هر کجای دنیا که هستید و از هر کجای دنیا که این زمان حرف ما رو میشنوید، این رو بدونید که آهنگ این ترانه مالکیت ذهنی بهرام عزیز ما است. شعرش رو نیز بهرام با زحمت ذهنی خود نوشته است، روی کاغذ آورده است و گذشته از این ترانه رو باری نخستین بهرام جان عزیز ما همراه دیگر سراینده موسیقی پاپ روس ستاره مشهور ما، افتخار ما شبنم سوریا سراییدند. من میخوام که این لحظه ها اطرافی باز یک حادثه که به سر بهرام به طور ناگهانی آمد، اونچون که این حادثه ها ناگهانی به سر بهرام آمدند و ترانه ها را خواننده های دیگر سرایدند و بهرام بعدا فهمید که بدون اجازه، بدون مجوز آنها این ترانه ها را سرودند، این حادثه نیز به طور ناگهانی به سر بهرام آمد. در اینترنت، در عموما صحیفه های اینترنتی، در سامانه های اجتماعی و اصلا از تلفن به تلفن، از تلفن به تلفن یک نوار روی کار آمد که در آن نوار فرزند هنرمند مردمی تاجیکستان استاد عزیز و ارجمند مجورابک مرادوف، جونی بک مراد، فرزند همین شخصیت در دایره دوستانش نشسته سلام میزند، یک حدیثه رو تعریف میکند و میگوید که بهرام هنگام نماز خواندن، هنگام عبادت کردن سوره ها رو آنچنان میخواند که گویا ترانه سروده ایستاده باشد، یعنی آیه ها رو با سبک ترانه سرایش میسراید و یک نواری خیلی خنده‌دار بود از یک جهت و از یک جهت دیگر نواری خیلی ننگ‌آور بود. من میخوام که واکنش بهرام رو راجع به این حادثه بفهمم. تشکر زیاد، درست قید کردید و این حادثه رو به همه معلوم است. شخصا من بار اول این نوار رو دیدم توسط وایبر که فرزندم رو با توسط تلفنش در وایبر مرا نشان داد و خیلی اول خندم آمد، بعدا دیدم که در همه تلفن ها اگر بهرام اگر حاضر بگوی که نه من این رو آرام قبول کردم این دروغ می شود، بعدا راستی گفت کمتر چی میگوین حسی مردی، حسی یعنی که چه از وقتی آدم چیزی دروغ رو مثال می فهمد نسبت خودش، یعنی که با منفعت اونجا جانی بک به منفیت خودش این کار کرد، گوی که کدومی را میخندوند و عذرخواهی هم کرد که در آن عذرخواهی و همه معلوم بود که نه بیاید مفصل بهرام جان، اساس نداشت بهرام جان مفصل، نخست پسرتان این نوار رو به شما نشان داد. بله بله، پسرم و توسط وایبر به من یک نفر هنرمند نوی وایو نمیگیرم فرستاد. چرا نمشون نمیگیرم؟ چیزی که مهم نیست. چرا؟
من فکر میکنم که هیچ جای ترس نیست. حرف میزنیم. یکم جایی چی ما با پس کی نورو باشم من میخوام که امی سخن خود رو دوام تیام نورو کی فریستو؟ نورو مهربون. آه مهربونی روشن نورو با بحرون فریستو بعدن 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 من خیلی غمگین شدم و با جنبیک زنگ زدم گفتم باید ما وو بخوریم و هم دیگر وای گناه خود رو اقرار شد. چی گفت؟ و جنبیک اومد ما با هم نشستیم عذرخواهی کرد و گفت که این اساس ندارد. در حقیقت من سوال کردم که من باری هم در می زندگی با تو یکم جو نماز خوندم وای گفت نه و چرا این وای چی گفت؟ چگونه شرح داد؟ یا شوخی بود یا شوخی بینی ما بود. ما مای مو برادرم خفایم که من سوالمی نوارا کرد و پینهانی پهن کرد. این کارم خوب نبود نسبت یک مثال هنرمند. نه اصلا من یک جای شنیدم بهرام جان، یک جای شنیدم که یک فیلسوف کجای گفته است که اگر در زندگی هیچ گاه دروغ نگویی از چیزی نمیترسی، که مثلا دروغی تو رو در این جای دیگر فاش میکنند و اگر همیشه راست بگویی سری ترس از چیزی نداری. راست است لیکن زیرا زمان راست گفتن در کار که به کسی دیگر ضررش نرسده برای همین به همین خاطر یک هم لال به دست آید هم یار نرنجد گفتن. یعنی جنبیک شرح داد که فقط شوخی کرده است. شوخی کرده و این هم اساس ندارد، این کار اساس ندارد و عذرخواهی هم کرد و گمان میکنم که در این کار باید تو لحظه عذرخواهی بهرام با استراب اومده بودی؟ هیجان استراب این چیزو فرا میگرفتن شما رو یا نه؟ بله بودن و تا وقتی که من با گوشک تلفن با جانی بیگ صحبت میکردم من انتظار بودم که جانی بیگ چی میگفت و گفت روز دیگه من مرا رفیقو تلفن میکردم زنگ میزدم با الو روغن نمیریختم در الو روغن میریختم و چیو نمیگفتم یکم آدمی که با الو روغن ریختیم با فکر مهربانی مهربان جان قربانت میشم سلامت باشین. این اگر مهربان روان نمیکرد ممکن یک کسی دیگر روان میکرد یکون مهربان روان میکرد نو مهربان ها بسیار بودن روان کردن و من شمورم رو علیش کردم و خودم خنده میگیرد راستیگب اساس نداشتم و خیال میکنم که باز خوب مایلش حضیر چی رو بیتای دارید با جانی بیک با مهربان با همه دست اندرکارون این حدیثه؟ من با یکم تای اونها زیدی فقط ما رو موسیقی یجیه میکرد. ما فوتبال میزنیم با هم، ما با هم میشینیم، ما با هم با در معرکه ها سرود میخونیم لیکن در مسجد ها بوری هم نشتهیم. و یک چیز بعد از عذرخواهی اوموی جانی بیک شما با جانی بیک یکم بار برخوردید یا نه؟ بله در کجا بود؟ یادم نیست لیکن دیدیم کجای مناسبت چگونه بود؟ سرد نبود؟ نه سرد نیست گرم دیگه. وقتی مرد دیگر در دل نمیگیره از چیزی که بسیار اصلا طبیعت جانی بیک نیست همین است و جوانی کینگیر نیست و میتواند زود از دل هر غبوری که دارد بدر کند. این خاصی جانی بیک است. همین خاصیت همه بیزیب همین خاصیت است که وقتی به اجازت یک کسی دیگر را بناور میگیری در اینترنت میپرتوی همین عادتی خوب نیست. و من میخوام که اسم پسرت رو بفهمم. پسری که نخستین شده این نوار رو با پدر آورده نشون داد، یعنی به این پسر چقدر فکر میکنم که سخت رسیده است، چقدر برای علماور بود که مثلا اسم پدرش رو در یک دایره میگیرند و میخندند و طنز و شوخی میکنند. اسم پسرتون چیست؟ انوشیروان. انوشیروان. اسم پسر من هم انوشیروان. سلامت باشین. انوشیروان شیرین، این زمان اگر ما رو میشنوی انوشیروان جان، من افتخار میکنم که نام پدرت رو حمایت میکنی، از نام پدرت اندیشه میکنی. قند زمان وای اومد راست دیگه انوشیروان اومد وای نمیتونن مثلا این نورات یک به من نشون دادن
شهر میدورم. بعدن گوشه که تلفن رو گرفتم با جانب یک تلفن کردم. اکنون بیاید بهرام جان راجع به کارهای جدیتون حرف میزنیم. با کی کارهای جدید دارید؟ در کدام سمت؟ با کدام سراینده ها؟ خانم ها؟ آقا ها؟ کی ها؟ راست دیگه همکاری داشتم با هنرمندان، حالا فقط کار خود رو سرکل میدیم، هنری خود رو سرکل میدیم و دستم به کسی دیگر نمیرسد و کمون میکنم که یعنی با هنرمندان با کی ها قبل همکاری داشتید و الان همکاری نمیکنید؟ من با سهراب محمود، صدرالدین نجم‌الدین، با شبنم سریا، با کی بوشد؟ با بچه‌ای است که مثال با فیض‌علی عمرو همکاری داشتیم. با هنرمند آوازخوان نمیتواند که هم مثال با همه همکاری کند، چون که هنرمند بودن، آوازخوان بودن، کاری وزبین است، کاری به نهایت وزبین است و هم مهنت رو طلب میکند، هم وقت رو طلب میکند، هم سوم رو طلب میکند، همه اینها رو باید خودت دریابی و خودت مثال یک کاری کنی که همه چیو به دست بیاری و سرقل بیتی خود هنری خود رو. برای همین کم با کم هنرمندان پیشه گرفتم که با هنرمندان کم کار کنم. نه اصلا با هنرمندان همکاری شما علاقه کم شده است، این به نظر می رسد، ولی ترانه های خود شما نیز کم شدن سالهای خیلی. من می بینم که سالهای قبل خیلی فعال بودید، مثلا در امتداد یک سال 4-5 ترانه آماده می کردید، حالا نمین چستو چلوکی شما از بین. نه می دونی چی، من از پیش دیده حاضر بسیارتر کار میکنم. ما باید این نفرانی که ستاره هستند اینها رو دستگیری کنیم، بیا تا قدر هم دیگر بدانیم که تا نگاه یک دیگر نمان. و گمان میکنم که مهم نیست پای ستاره جستن، ما رو هم هیچکن نجسته بود، یعنی که ستاره های حاضره که شما میبینید و مثل دیگر هنرمندانی که هستند، من خیلی حرمت عزتشون میکنم. اونا همه خودشون هنرمند شدند با مهنت خودشون. بیایید هم دیگر رو دستگیری کنیم، در کجایی نباشیم. یک سطر رو از کل صحبت امروزه اقتباس میکنم که بهرام گفت این سطر رو، بیا تا قدر هم دیگر بدانیم. و من هم به همه شما میگم بیا تا قدر هم دیگر بدانیم. قدر من، قدر شما، قدر ما، قدر ماها، قدر همه ما از خود ما وابسته است، یعنی ارج گذاری به قدر یکدیگر از خود ما وابسته است. پس بیا که قدر همدیگر بدانیم. با همین حرف ها برنامه امروز را جمع بست میکنیم و من از بهرام جان عزیز خواهش میکنم که در نهایت کار با یک ترانه جدید، زیبا، دلنشین، عاشقانه خاطر همه ما را شاد کند. چی گفتی بهرام؟ یک سرود ایجاد کردم. اگر شما فراموش نکرده باشید شعرشون را شما نویستید. بله. خانه خالی است. رفتنت قتلی غزل بود، قتلی شیرین و سروده، قتلی یک مردی مسافر بی پناه و سر سپرده. بیش از زوری خالی اما برده ای دستان پاییز، صد بهار آید ولی که بر نمی گردی تو هرگیز. خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا، خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. پشتی سر افسانه گل، پیشی چشم باقی خزان پوش، یا که من باید بمیرم یا تو را سازم فراموش. سختی 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 سخت است لحظه ای تلخی جدایی، لحظه ای که رخت بندی باز پس دیگر نه آیی، نه آیی، نه آیی.
خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. خانه خالیست همه سرسان، خانه بی تو مثل زندان. خانه خالیست خانه ما، خانه قشنگ و زیبا. من میخواهم این زمان مراجعت کنم به آنهایی که ترانه چکچکی بران بهار و مال خودشان ارزیابی کردند. من به آنها میخواهم مراجعت کنم و بگویم نکند که باز بگوید که ترانه خانه خالیست مال ماست. شعرش رو من نویستم، آهنگش مال بهرام است. نکند که این کار رو دیگر تکرار بکنید. من از شما التماس میکنم، خواهش میکنم که مال دیگران رو مال خودتان هیچ وقت نگویید، دروغ نگویید، هیچ وقت دروغ نگویید. این است خواهش من. و عزیزان دل، من میخواهم که خانه های همه شما لبریز محبت باشد. ما ترانه خانه خالیست رو خوندیم امروی برام جان، برام برای شما خوند. ولی تمنای ما این است که در میانه جای خانه شما همیشه چراغ عشق و محبت بسوزد. در گرد این چراغ شما، دوستداران شما، فرزندهای شما، عزیزان شما. خیر تا بزد.